خواستم از انجمن متخصصین صدیبو تشکر کنم برای دعوت، به خصوص آقای دکتر دادخواه که من خیلی به ایشون درد سر دادم تا بالاخره روز که قرار بود بیایم رو با هم دیگه توافق کردیم با پوزش از ایشون به خاطر حواس پرتی بنده. خیلی ممنون، متشکرم. من درست یادم نیست که اینجا بودم، شاید یک سال دو سال پیش بود که درباره یه سری مشکلات موضوعاتی که معمولاً ما ایرانی ها باهاش سر و کار داریم صحبت کردم. من فکر کنم درباره فروپاشی ساسانیان بود و بعدش چه شد، حالا چه از لحاظ سیاسی، ادبی و غیره. امروز مبحثی که دربارش میخوام صحبت بکنم درباره ایده فرهنگه. ما الان یک اجرای بسیار زیبا داشتیم از موسیقی و به هر حال این قسمتی از فرهنگ دیگه. کسانی که به موسیقی ایرانی توجه دارن و براشون جذاب است و این قسمتی از فرهنگ امروزی ما هست. نه همه، ولی خب برای اگر کسی فرهنگی باشه به یک نوع موسیقی علاقه ممکنه داشته باشه و حالا به موسیقی کلاسیک ایرانی میتونه یکی از این مسائل باشه. حالا در باره ای که یک فرد فرهنگی هست یا خیر، امروز میشه راحت تر صحبت کرد. در باره گذشته چطور؟ اگر ما 1500 سال، 2000 سال قبل برگردیم چه؟ آیا ملت ایران و مردمی که ما در بارش به هر حال یک مقدار سند داریم ملتی فرهنگی بودن؟ اگه فرهنگ داشتن و داشتیم، این فرهنگ چه بوده؟ چگونه یک فردی رو ما میدونستیم که دارای فرهنگ هست، فرهیخته هستش؟ من میخوام درباره این موضوع صحبت کنم با اشاره به یک سری منابع مادی، یعنی باستان شناسی و غیره، و همچنین متون پهلوی که از دوران ساسانی و اوایل یا پس از فروپاشی ساسانیان ما در دسترس داریم. میخوام بر حسب این منابع هست که نگاه کنیم در دوره‌ای که ما بهش میگیم اواخر دوره باستان، که در حقیقت ترجمه انگلیسی late antiquity هست، یعنی ما بین سالهای مثلا 200 میلادی تا 800-900 میلادی که تقریبا همزمان با دوره ساسانیان است، شاهنشاهی ساسانی. فرهنگی بودن یعنی چه؟ چه فردی فرهیخته بوده؟ برای اینکه فرهیخته باشیم چه چیزهایی لازم بوده که یاد گیریم؟ قبل از اینکه این حرف و سخن را شروع کنم، خیلی به سرعت میخواستم یک سلاید بهتون نشون بدم. این سکه‌ایه که اولین شاه ساسانی اردشیر بابکان ضرب میکنه. این سکه نمایانگر اعتقادات، باورها و دیدگاه سلطنتی و تا حدودی عده زیادی از ایرانیان فلات ایران است. نه همه. پادشاه بر روی سکه و آتشدان در پشت سکه. ایده دین و دولت که همچنان در ایران ادامه داره و این وابستگی این دو رو ما میتونیم به راحتی بر روی اولین سکه های ساسانی هم مشاهده کنیم و همچنین ایده کسی که معتقد هستش. اولین کلمه که روی این سکه هست هستش مزدیس یا مزدا‌پرست. اردشیر اولین چیزی که میگه، میگه من یک مزدا‌پرست و شاهنشاه ایرانیان هستم و نطفه من متصل به خدا. این پروپاگاندیه که در این دوره از طرف اولا نظام نمایان میشه از دید سلطنتی. برای همین ما در یک همچین دورانی داریم درباره فرهنگ صحبت میکنیم. معمولا که درباره باستان صحبت میشه، به خصوص در غرب، ما با دنیای یونان و روم روبرو هستیم. فرهنگ، حتی امروزه بسیاری از ترمینولوژی، ایده ها
گفته شده که در غرب از یونان میاد. در یونان کلمه پایدیا یا فرهنگ معنی به خصوصی داشته و شما اگر در تقریبا هر دانشگاه معتبری در آمریکا تحصیل کنید یک دپارتمان کلاسیکس هست که در اون شما میتونید یا دپارتمان تاریخ درباره این فرهنگ غنی یونان و کاملا هم فرهنگ غنی بوده میتونید مطالعه کنید و ببینید برای اینکه یک فرد فرهنگی باشه باید یا دارنده پایده یا باشه چه چیزهایی رو میبایست بیاموزه. معمولا این فرهنگ رو مرتبط میکنن به طبقه نوجوا و بزرگان. برای همین هم ممکنه برای ایران هم ما صحبتی که میکنم در رابطه با نوجوا و بزرگان باشه، این رو نمیشه انکار کرد. اما برای ما معمولا فرهنگ غرب هست که مد نظر هست و این مسئله مانند گیناسیوم یا چیزی که ما بهش میگیم جیناس جیمنیزیوم، مکانی که یونانی ها در اونجا ورزش میکردن مثلا برای اینکه شما از لحاظ جسمانی آماده باشید، کشتی میگرفتید یا در بحث های گوناگون فلسفی، اجتماعی و ادبی شرکت میکردید، جای مکانی که به اون میرفتید در یونان باستان گیناسیوم یا جیمنیزیوم نام داشت که هنوز هم ما اسم رو استفاده میکنیم ولی بیشتر برای ورزش تا مسائل دیگر. اما در ایران چطور؟ آیا قبل از آمدن اسلام در ایران چگونه یک نفر فریخته میشد و فرهنگ میامد؟ این بحثیه که امروز من میخوام به طور کوتاه با شما در میان بذارم. فرهنگ در ایران باستان. خود فرهنگ کلمه‌ایه که در فارسی میانه پهلوی به صورت فرهنگ پدیدار میشه و ما میدونیم بر حسب متون بازمونده پهلوی مکانی بوده به نام فرهنگستان. برای همین فرهنگستان زبان ادبیات فارسی که ما امروز باهاش سر کار داریم چیز جدیدی نیست، در حقیقت مکانی هست به نام فرهنگستان که در آنجا شما فرهیخته می شدید با رفتن به فرهنگستان. متن پهلوی داریم به نام کارنامه اردشیر بابکان. این متن سعی در نشون دادن فرهیختگی اولین شاه ساسانی، همون اردشیری که ما سکش رو دیدیم، داره و در متن میگه اردشیر به فرهنگستان رفته بود و برای همین دارهای فرهنگ بود، نه فقط یک پادشاه بود ولی پادشاهی فرهنگی بود چون به مکانی به نام فرهنگستان رفته بود و در اونجا فرهیخته شده بود. نه تنها کارنامه اردشیر بابکان بلکه دو متن پهلوی بسیار جالب، خسرو و ریدک، ریدک معنی جوانی، درباره یک فرد ایدئال، کسی که فرهیخته است در دنیای ساسانی قبل از اسلام سخن میگه. من میخوام قسمتی از این دو متن را با شما مرور کنم تا ببینید که یک فرد فرهنگی در حدود 1500 سال پیش چه کارهایی باید میکرد، چرا باید فرهنگی میبود. دلیلی که باید فرهنگی میبود برای ساسانیان این بود که ایده ایران، ایده که ما امروز کشوری که امروز بسیاری در اون زاده شدیم یا برای مهاجرت کردیم، ایده ایست که ساسانیان در قسمتی از اون فرهنگی که بر روی اون فلات آوردند برای ما برپا کردند. ایده ایران شهر یا کلمه ایران برای اون فلات ایده ایست که ساسانیان برای ما برپا آوردند و این قسمتی از فرهنگ آموختن ایرانیان بر این فلات بود. به ملتی که بر روی اون فلات زندگی میکردن گفتن اینجا نامش ایران شهر هست، شما ایرانی هستید اگر نمیدونید و شما چون ایرانی هستید منش به خصوصی باید داشته باشید، یعنی پایبند یک سری اصولهایی باشید که شما رو ایرانی میکنه. این خیلی جالب، این میگم مسئله که برای اولین بار ما درست 1800 سال پیش باهاش ناگهان روبرو میشیم، ایرانی بودن و منش ایرانی به پهلوی بهش میگن
ارمنشنی و ایری، اینها قسمتی از این فرهنگی بود که ساسانیان بر فلات ایران برپا کرد. قسمتی از این آموختن فرهنگ همچنین دانستن گذشته است که در قرن ششم ما میدونیم یک تاریخی ابدا میشه به نام خدای‌نامه در قرن ششم که تمام گذشته یک ملتی رو رقم میزنه و اون تاریخی است که ما تا اوائل قرن بیستم در ایران به یاد داشتیم. یعنی شاهنامه فردوسی بگونه ای یکی از وامدارهای همین متن پهلوی خدای‌نامه است به یک فرمش. خیلی جالبه که موقع محمد شاه از آقای سر هنری رالینسون ترجمه کتیبه بهیستون داریوش کبیر رو میگیره، آقای رالینسون که یک محقق بوده و اولین مترجمه این کتیبه بوده، میگه علی‌حضرت این ترجمه کتیبه بازماندگان شما، نه بازماندگان ولی your ancestors به انگلیسی میگه، و پادشاه میگه داریوش هخامنشی اینا کی هستن؟ اینا بازماندگان ما نیستن. برای اینکه برای پادشاهان قاجار و حتی تا اوایل قرن بیستون شما تاریخ ایران رو در شاهنامه میدیدید، درسته؟ که با پیشدادیان و کیانیان آغاز میشد، نه با هخامنشی. این تاریخی است که ساسانیان اولین بار نوشتن و در فلات ایران این تاریخی است که مردم به اون اعتقاد داشتن و قسمتی از آموختن فرهنگ این بود که شما تاریختون و گذشتتون رو بدونید. کسی که تاریخش رو ندونه هویتش رو از دست میده. این یکی از مسائل خیلی مهمیه که در دوره باستان ما میبینیم. برای مثلا جامعه یهود، دلیلی که جامعه یهود تونست بمونه به خاطر این بود که تاریخش نوشته شده، تاریخی مذهبی، همونجوری که خدای‌نامه برای ما تاریخی درخواست مذهبی بود. کسانی که تاریخشون رو نوشتن و به یاد داشتن هویتشون رو از دست دادن و این یکی از کارهایی بود که ساسانیان کردن به عنوان نوشتن یک تاریخ و به عنوان فرهنگ شما این تاریخ رو می‌آموختید. فکر کنم بیشتر شما با شاهنامه آشنایی داشته باشید. ببینید این فرهنگی رو که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم صرفاً فقط زرتشتی نیست، از دین و جهانبینی زرتشتی سرچشمه میگیره، اما ما میبینیم که این دنیای ایرانی و فرهنگ ایرانی فراتر از یک مذهب هستش، به خصوص بعد از قرن پنجم و ششم. من میخوام فقط رجوع بهرام گور که در ادبیات و هنر ایران هنوز تجلی داره، این یک بشقاب از دوره ساسانی که بهرام آزادر نشون میده و یک متن فکر کنم از دوره صفوی باشه، از کلاها ممکن آدم بتونه این حد رو بزنه. میبینیم که در قرن 16 و 17 ما هنوز داستانهایی که در دوره ساسانی ابدا شده، داستان بهرام چه در شاهنامه چه داستان هفت پیکر نظامی و غیره، شما هنوز تداوم همون فرهنگه که با ماست. اهمیت ساسانیان در این هستش. ما معمولا درباره ساسانیان که صحبت میکنیم نظرمون این هست که چرا ساسانیان سقوط کردن. بگذارید ببینیم که در این 400 سال چه کردند. یکی از دلایلی که ما امروز تاریخمون رو میدونیم جایی به نام ایران وجود داره به خاطر ابداع این فرهنگ در اون دوره هستش، در دوره ساسانی. من سرگردم در یکی از این کتاب ها که آوردم، From Access to Euphrates، مکانی که بهش ایران شهر میگفتن، درباره این مسئله کمی صحبت کنم. اما بذاریم ببینیم آیا ایران شهر و شاه ساسانی فقط برای یک فرد زرتشتی بود؟ یک متن پهلوی داریم به نام شهرستانی های ایران شهر که تمام شهرهای ایران رو دربارش توضیح میده و میگه که چه کسی اون رو برانهاد. این قسمت از متن رو درباره یزدگرد صحبت میکنه. یزدگرد اول میگه شهرستان شوش و شوشدر را شیشی دخت زن یزدگرد پسر شاپور ساخت که دختر رأسال جالوت شاه جهودان به پهلوی، من به فارسیش ما میتونیم بگیم یهودی عربی شده،
و مادر امارت و مادر بهرام گور بود. از این متن پهلوی زرتشتی ما میبینیم که مادر پادشاه مهم ما در دوره ساسانی بهرام گور کلمی بوده. و میخواد ببینید که جامعه کلمی ایران در دوره کاملا میتونست پادشاه ایرانی یهود را اینجا ببینه، برای اینکه مادرش یهودی بود و پدر مادر رئیس یهودیان در تبعید بود. زمانی که تلمود کتاب مهم یهودیان کتاب گونی نوشته میشه ما بین قرن 4 و 5. جالب اینجاست که متون پهلوی ما که ما درباره اش صحبت میکنیم درباره دین زرتشتی اول فکر میکنیم، در صورتی که اولین متنهایی که به زبان پهلوی نوشته شد متون مسیحی است. در حقیقت مزامیر، چیزی که به انگلیسی به ما میگیم سامز، اولین متونی بود که به زبان پهلوی نوشته شد. این برحسب خطی که باقی مونده از این متون میشه این تاریخ گذاری رو انجام داد. برای همین مثلا این متن معروف که به انگلیسی اگر بیشتر شما بهش آشنایی داشته باشین، By the rivers of Babylon there we sat and we cried when we remembered Zion، که جزو موسیقی هم هست اگر با مارلی رفت شما دنبال میکردین هستش. پهلوی اون یکی از اولین متون پهلوی هست که اون رو بازگو میکنه. ابر رودستان بابل آن رو نشستیم، ادمان گریاد که من آیاد بود سیهون. برای همین ما داریم درباره دوره‌ای صحبت میکنیم که یهودیان و مسیحیان قسمتی و وارد قسمتی از این فرهنگ هستن و جزئی از این فرهنگ هستن و این مختص فقط یک مذهب نیست، این فرهنگ فراتر از یک مذهب پیش رفته. در زمان پادشاهی خسرو انوشیروان، کسی که زمانی در زمان اون خدای نامه برپا میشه، ما میدونیم در پایتخت در تیزفون رشگالیوت که ما همین الان درباره صحبت کردیم رهبر کلمیان، کاتولیکوس رهبر مسیحیان غرب و کریستای یا نصرای نصرانیان که آشوریان امروز هستند در پایتخت و رهبر زرتشتیان و گاهی بوداییان نیز حضور داشتند. اینجا ما درباره یک فرهنگ و یک تمدن ایرانی صحبت میکنیم که تمام این ادیان و افرادی که در این فلات این دین ها را دارند بهشون داره توجه میشه و این من فکر میکنم برای اواخر دوران عهد عتیق بسیار جالب و زیباست. شما میبینید در بیزانس همسایه ایران در قرن 5 شما فقط اگر مسیحی بودی حق و حقوق قانونی داشتید، هیچ مذهب دیگه در امپراتوری بیزانس بعد از سال 480 میلادی حق قانونی نداشت. اگر یهودی بودیم، زرتشتی بودیم، مانوی بودیم و غیره. شهر تیزفون در اون زمان میشه گفت یا بزرگترین شهر جهان بود یا یکی از دو سه بزرگترین شهر جهان، مکانی که من گفتم رهبران مسیحیان و یهودیان و بودایان و غیر درمان زیست میکردن. خب، حالا اگر شما یک ایرانی هستید و به فرهنگستان میرید چه چیزهایی باید یاد بگیرید؟ بر حسب متون پهلوی ما میبینیم که جهانبینی ایرانی که مبدأ اون از دین زرتشتی میاد نخست با ایده پارسا بودن و راسخ بودن آغاز میشه. این ایدهی که در دنیای ایرانی زرتشتی سابقه طولانی داره، راستگویی و پارسایی. شما میتونید به اولین کتیبه های هخامنشی از زمان داریوش نگاه کنید که درباره ایده ارتا یعنی راستگویی حقیقت صحبت میکنه و مدام از این کلمه یاد میکنه. ایده راستگویی یکی از مسائل بسیار مهمی که در این متون به پیش کشیده میشه. ایده دیگر که من خیلی دوست دارم همیشه با ایرانیان امروز درباره اون صحبت کنم، ایده است فارسی میانه که بهش میگن پیمان. ما کلمه پیمان رو میبینیم در متون فلسفی مذهبی پهلوی که یک ایرانی همیشه باید پیمان رو در نظر داشته باشه. پیمان اینجا به معنی اعتدال. در دنیای ایرانی قسمتی از این فرهنگ آموختنی که ایده های ضد و نقیض رو باید کنار بذاره.
چقدر جالبه. 1400-500 سال پیش این ایده ای که ما باید اعتدال داشته باشیم در هر چیزی و با دید باز به مطالب نگاه کنیم عنوان شده. من فکر میکنم همونقدر که استوانه کوروش برای ما مهم هستش، این نوع ایده ها کاربردهای بسیار مهمی میتونه برای امروز نه تنها ما بلکه نسل جوانی که در ایران و خارج از ایران هست داشته باشه. اعتدال داشته باشه به غیر از راستگویی. فرهنگ یا فرهنگ، فرهنگستان. در فرهنگستان شما هم از لحاظ روح و روان آموزش میافتید و هم از لحاظ جسمانی. بذارید ببینیم چه چیزهایی باید میاموختید. ما یک متن کوتاهی که درباره صحبت کردم، خسرو وریدک، میخوانیم که کسی که فرهنگی بوده باید یاد میگرفته که بنویسه، نوشتن و خواندن. در خود من این فرد جوان میگه من به فرهنگستان رفتم و خوب نوشته خوش، خوب نویسی یا خوش نویسی و رنگ نویسی و من یه تون نویسی و دانش باریک یعنی نکته بینی و فرزانه سخن و سخنفری را آموختم. چیزهایی بوده که شما باید یاد میگرفتید. زیاد دور نیست شاید از یک نسل گذشته، نسل من موقعی شما میرفتیم که واسه خطاطی یاد میگرفتیم، با خودکار معمولی هم یاد میگرفتیم، بهتون یک سری آموزش های به خصوصی میدادن. این سنتی دیرینه داره در ایران، سنتی که کاملا به قبل از دوره اسلام برمیگرده، سنت نوشتن و تفکر و نکته بینی. این چیزهایی بوده که در فرهنگستان شما باید میاموختید. متنی که من الان درباره صحبت میکنم اسمش هست خسرو ریدک. متن دیگری داریم که هیچ کس بهش توجه نمیکنه تقریبا، متن کوتاهی است که امیدوارم به زودی اونو ترجمه بکنم، به نام خیشکاری ریدگی. دو تا متن کوتاه پهلوی هستن و در این دو متن درباره اینکه بچه ها و نوجوانان چه کار باید در زندگیشون بکنن پند و اندرز داده که فوق العاده جالبه. من فکر کردم انگاری که مثلا من بچه هم که بچه بودم درست همین گفته ها رو ما همچنان داشتیم. میگم صحبت طولانیه درباره این متن، ولی من فقط یه قسمتش اینجا برای شما نوشتم و اون هست که شما باید هر روز باید دبیرستان بروید. موقع که جوان هستید، کلمه دبیرستان هم کلمه قدیمی هست و با چشم و گوش و دل و زمان به فرهنگ داشتن، فرهنگ بیاموزید. این کاریه که هر جوانی که به دبیرستان میرفته در دوران ساسانی در ایران باستان باید میاموخته. به غیر از اینکه مرد میگه اول صبح شما باید پاشید، صورتتون رو سه بار بشورید، مسواک بزنید، جلوی مادر پدر تعظیم کنید که من خیلی میپسندم و غیره. ولی از قسمت آموختن و فرهنگ آموختن بسیار جالب که شما باید چشم و گوش و دل و زبان خیلی مهمه برای آموختن فرهنگ. برای آمادگی فکری یک سری بازی هایی بود که در دوره ساسانی ابداع میشه. من خورده دارم اینجا برای خودم تبلیغ میکنم، این کتابیست که اون پشت بود، به تازگی متن نیست، به پهلوی درباره بازی شطرنج و تخت نرد. شما میدونید که اولین متن کامل درباره قوانین و جهانبینی تخت نرد و شطرنج در دوران ساسانی به زبان پهلوی نوشته شده. این ما باعث افتخاره که از این فرهنگ ایران ما یک چنین بازمانده‌ای داریم. درسته که شطرنج اصلش هندیست، به معنی چاترانگا، چهار گوش و با تاس بازی میشده، ولی بازی که ما شطرنج امروز میایم به دو طرف و اونگونه که بازی میشه، بگر از شاید حالا اون کوین و ملکی که جای وزیر را گرفته، موقع که این بازی را مسلمانان از خاورمیانه میبرن به اسپانیا و اونجا تغییر میکنه، این یکی نوره بازی است که قوانین است که ایرانیان اون را اتخاذ کردن. و در این بازی
بازی شطرنج شما می‌بینید که چگونه باید آماده باشید که در حقیقت تاکتیک به خصوصی پیاده کنید و چگونه نبرد کنید و برنده باشید. بازی تخت نرد دیدی کاملا متفاوت داره درباره قضا و قدر و زندگی و آمد و رفت در این جهان و جهان بعدی. بسیار زیبا توصیف میکنه زندگی و جهان رو. و این بازی هاییست که در دوره ساسانی ابداع میشه و برای اینکه شما یک فرد فرهنگی باشید باید تخت نرد یاد میگرفتید و شطرنج. هم این متن پهلوی و همچنین متون تاریخی اول دوران اسلامی و فارسی و عربی به ما استراحت میگن که در زمان خسرو انوشیروان بود که بازی شطرنج به ایران آمد و خود داستان رو من در همین متن پهلوی عنوان میکنه. خیلی شیرین است که وزیر هندی میاد با این مهره ها و به پادشاه ایران و بزرگمهر میگه شما اگه بتونید بفهمید که این بازی چیست ما به شما باج میدیم. و خب البته ایرانی ها کاملا این بازی رو درک میکنن و یک بازی درست میکنن به نام تخت نرد و هندی ها یا هندوان نمیتوانند رمز این بازی رو در بیارن. قسمت بیشتر از این داستان متن پهلوی شطرنج درباره همین مبادلات ما بین هند و ایران در این دوره است و این قسمتی از این مبادله فرهنگی ما بین دو تمدن هستش. ولی از لحاظ جسمانی چطور؟ شما که در آمریکا زندگی میکنید و اروپاییان معمولاً ما در قرون وسطا میدونیم ورزشی بوده در اروپا به نام جاوستینگ که در حدود سال 800 تا 900 میلادی اولین سنت‌ها رو ما در اروپا در این باره داریم. جالبه که در ایران از قرن سوم میلادی در حدود 500 سال عقب‌تر ما اولین نگاره‌های این نوع نبرد رو داریم. اینجا می‌بینید که پادشاه ساسانی برادرش به احتمال زیاد هرمزداس رو یا هرمز رو شکست داده و اسبش رو هم انداخته. این کلمه در فارسی میانه من نگاه کردم نیزه‌وری هست، نیزه‌وری. این بازیه که در ایران قبل از هر جای دیگه که ما میدونیم آغاز شده با عنوان ورزش. در ضمن چون به تازگی هم در ترکیه بنگذاری شده که باعث تعصب هست، این آقای هرمزد یک داستان فوق‌العاده زیبا داره که هنوز کسی ننوشته ولی خانم مزاری شاید براش جالب باشه که یک داستان بسیار زیباست. ایشون فرار میکنن و میرن و فرار میکنن به بیزانس و در قسطنطنیه استانبول پادشاه بیزانس براشون یک بغل کاخ خودش میسازه به عنوان پادشاه در تبعید که قراره بیا تاج و تخت رو پس بگیره. این ایده‌هایی که ما امروز باش در حال صحبتیم در دوران باستان را هم وجود داشته و در دنیای بیزانس به نام هرمزداس معروفه و تازگی ده ها نامه از هرمزداس داره کم کم پیدا میشه که وجود داشته و اطلاعات بسیار جالبی در بارش هستش. نه تنها متن پهلوی میگه شما باید نیزه‌وری درش فرض باشید بلکه کمانوری و سواری. این دو حرفه ایست که ایرانیان از زمان هخامنشی از قرن پنجم قبل از میلاد ما میدونیم که دارای این دو هنر بودن. هرودوت برای ما تعریف میکنه که یک فرد ایرانی در قرن پنجم قبل از میلاد باید خوب سواری میکرد، خوب کمانبری میکرد و حقیقت رو میگفت. این سه مسئله فرهنگی، سه بود فرهنگی بوده که در دوران هخامنشی ما میبینیم. هزار و خورده سال بعدش ما میبینیم هنوز سواری و کمانبری قسمتی مهم از این فرهنگ هست. دو کار مهم دیگه برای آماده بودن از لحاظ جسمانی یکی شکار هست که شما بینید پادشاه ساسانی در حال شکاره و بازی که واقعا میشه گفت بازی ایرانی است چوگان هستش. اولین بار ما در متن پهلوی هست در سه یا چهار متن که بازی چوگان رو بهش اشاره میکنه.
و اینکه کسی که خیلی فرس هست و بهترین چوگان زن هست به عنوان فردی فرهیخته شناسایی شده. خود همین آقای اردشیر بابکان پادشاه ساسانی یکی از این افراد هست که چوگان بسیار خوب بازی میکنه. در شاهنامه ما همچنین روایت شده داریم و میبینیم که چوگان به عنوان یکی از این ورزش هاست که خوب امروز در قهر هم بسیار متداول هست. همچنین شکار که ما البته این کاریست که در غرب هم انجام میشده و نمیشه گفت ایرانی ها در حقیقت این با این کار رو ابداع کردند، ولی چرا شکار میکردند؟ شکار برای زمانی است که موقعی که ارتش در جنگ نیست. در حقیقت انگاری که شما مثلا مسابقه فوتبال بازی میکنید، موقعی که فصل فوتبال نیست، آف سیزن، شما باید بریم ورزشگاه. این شکار شما رو آماده نگه میداشت برای فصل جنگ، چون هر چهار فصل که جنگ نمیشد، در زمستان ها معمولا به ندرت جنگ میشد یا اگر بسیار گرم بود. برای همین برای فصول به خصوص جنگ و در فصل های دیگر شکار معمول. این قسمتی از این آمادگی جسمانی و فرهنگ در دوره ساسانی بود. من در حقیقت اینجا یک مقداری از آنچه که شما از دبیرستان تا فرهنگستان باید میآموختید رو براتون عنوان کردم. ببینید، برای کسی که مذهبی بودید زرتشتی باید میرفت به مغستان و آنجا نسک‌های اوستا را می‌آموخت. اگر حتما یهودی بودید باید به مدرسه خود می‌رفتید، اگر مسیحی بودید به مدرسه خود می‌رفتید. ولی نکته من اینجاست که ما قبل از حتی آمدن اسلام، این یه بحثی که معمولا یه مجادله تقریبا بچگانه است که بعضیا میگن بعد قبل از اسلام ما هیچی نداشتیم، بعضیا میگن بعد از اسلام همه چیز نابود شد. خیر، قبل از آمدن اسلام در دوره اواخر احفادی ما فرهنگی بودن و فرهیخته بودن را کاملا باش روبرو بودیم و کسی که فرهیخته بود ارزش مکانی به نام ایران را می شناخت، چون قسمتی از اون داده های فرهنگی شد. و کسی که فرهنگ نداشت به احتمال زیاد ایده ایران را هم نمیتونست کاملا جذب کنه. مسئله خیلی مهمیه. و با آمدن فروپاشی ساسانی و دوران اسلامی ما برای میبینیم این فرهنگ تداوم پیدا میکنه. بسیاری چیزها ممکنه تغییر کنه، یک سری داده های جدید میاد، داده های قدیمی از بین میره، ولی مقدار زیادی ما میبینیم که یک تداوم فرهنگی نیست هنوز وجود داره. اگر نداشت اینجا کسی نمیگفت من ایرانی هستم. ببینید، موقعی که عباسیون اومدن سر کار و ما یک خلافتی داریم و کلمه ایران به عنوان یک مملکت وجود نداره، یک مسیحی میره به قسطنطنیه و اونجا فوت میکنه، یک ایرانی میره اونجا که دین یاد بگیره، دین مسیحیت. روی تابوتش نوشتن فلان کسک از مان ایران شهر، از ایران اومده. یعنی شما اگر یک مسیحی ایرانی بودین در دوران عباسی هنوز میدونستید که ایرانی هستید. کاری نداشتن که خلفا چه میگن یا چه کسی بر مصدر قدرته. شما هنوز یک ایرانی بودید و از ایران بودید. برای همین اقلا از دید تمدن ساسانی انسان کامل انسانی بود که تمام این داده ها را آموخته بود و با خود داشت. و من فکر میکنم بسیاری از این داده ها هنوز به یک فرم با ما هست و من فکر میکنم برای تداوم این فرهنگ دانستن بسیاری از این مباحث فرهنگی رو ما باید هنوز به فرزندان خودمون هم بیاموزیم. خیلی متشکرم. اگر سوالی هست، اگر اجازه بفرمایید. میکروفون رو دارم میارم که من بشنوم. بپرسم از چه زمانی و به چه دلیل قبل از اینکه کشور ایران نامش عوض شد؟ بله. ببخشید. آره هیچی نمیشنوم. من اگه چی شد که بعد از چه زمانی اسم پرشیا به ایران؟
زمانی در مکاتبات از چه زمانی مکاتبات در مکاتبات رسمی در نام پرژا در خارج به ایران تغییر کرد؟ ببینید همیشه در غرب ایران را پرژا می نامیدند. بله؟ از زمانی که یونانیان با شاهنشاهی هخامنشی روبرو شدند، این ایده بود که اونجا پرژا هستش و کسانی که حالا اونجا هستن به عنوان کل میگفتن پرژنز و برای همین خلیجی هم که در کنارش بود سینوس پرسیکوس یا خلیج فارس. در داخل ایران در دوران ساسانی مثلا شما در ایران بودید و ایران شهر ما در طول تاریخ چه از دوران مغول، دوران صفوی و دوران قاجار نام این کشور ایران بود. قاجارها برای سلطانهای ممالک محروسه ایران بودند. در خود ایران همیشه ایران نامیده میشد. در خارج برای خارجی ها این ایده پرژا همیشه مونده بود. اگر اشتباه نکنم شاید از 36-37 میلادی باشه، اگر اشتباه 35 بشون یک سال هم که مشاورین رضا شاه عنوان کردن که این کشور ما بهش ایران میگیم، چرا باید خارجی ها به ما بگن پرژا؟ و یادتون باشه در دهه 30 اوج یک سری مسائل ناسیونالیزم بود که به خصوص در غرب رواج داشت و از آنگاه دستور داده شد به تمام سفارتخانه‌های خارجی از طرف ایران که دیگر موقعی که به ما نامه می نویسید و ما رو خطاب می کنید اما نگید پرژا و بگید ایران. زمان رضاشاه. بله. البته این جریان ایران کار درستی است، ولی از نظر فرهنگی پرژای بار فرهنگی داره در مخیله مردم که گاهی لازم اونو مصرف کرد، خصوصا از نظر زبان. زبان ما ایرانی نیست، زبان ما پرژن است. این یه مسئله نیست، ولی علتی که خواستم حضورتون بگم این بود که شما مدارک خوبی جمع کردید و سخنرانی بسیار زیبایی، ولی گرفتاری اینه که به دستور جناب عمر، خدا از تقصیراتش بهتره، رضی الله عنه که میگن وقتی که اعراب به هر دلیلی حکومت ساسانی رو منقرض کردن و به کتابخانه‌های بزرگ ایران دست یافتن، بهش نوشتن که با اینا چه کنیم و او هم که سوادی نداشت، فرهنگی نداشت، گفت خوشبختری نیست مگر در کتاب ماهر قرآن باشه، پس هر چی که اونجا هست بسوزونه. درک اون مرد بدوی این بود. پس این دستوری شد که نه تنها کتاب های ایران را سپردن، بعد هم که به اسکندریه و جاهای دیگه رسیدن اون را به عنوان دستورالعمل همه فرهنگ ها را از بین بردن. حالا در ایران چه به علت فردوسی، رودکی و غیره اون بقایا مندگار شد، در اونجا مندگار نشد، تمام که اعرابش کن تا خودشون سوری میدونن، نه لبنانی نه مصری، همه عرب، هیچ فرهنگی هم به نظر ندارد. خب این خدا از تفسیراتش بگذاره، ولی به هر حال خیلی جالبه که شما ما داریم گوش و کنار میبینم محققانی مثل شما این آثار رو پیدا میکنن. حالا من میبینم که مثلا در بله دارم سوال میکنم مثلا در خیلی حرف زدم؟ مثلا من بیدم در نزدیکی بغداد شهر خدا باشه یک باتری پیدا کرده، ولی نمیدونن که این باتری جن بوده کاملا مشخص که باتریه، این باتری چگونه تولید شده و چون هیچ مدرکی هم دنبالش نیست. حالا شما مثلا اینها رو چگونه شما پیدا کردید با از دست رفتن همه اون مدارکی که از بین رفته؟ به نظر حرفای ضد عربی زدم بهتون بعدش خواهش می‌کنم ببخشید. ببینید اگر شما دو ساعت پیش اینجا بودید اتفاقا درباره همین مسئله من مقداری صحبت کردم.
صحبت من این هست که ما میگیم همه چیز نابود شده، همه چیز نابود نشده. بذارید ببینیم متونی که هنوز باقی مونده رو بخونیم، متون پهلوی، ببینیم چی به ما میگه. ما در حدود 220 متن کوتاه و بلند پهلوی هنوز داریم. ما هنوز یک نیمه از این متون رو درست نتونستیم ترجمه کنیم و بخونیم و صحبت میکنیم که ما نمیدونیم چه گذشته، در صورتی که این متون به هر حال مقداری از اون چیزی که باقی مونده رو به ما نشون میده. و من میگم اینجا توجه هم به همین متون هستش که خود همین متون بسیاری از باورهایی که ما امروز باهاش داریم و فکر میکنم از بین رفته نبوده به چیز جدیدیست رو به ما نشان میده. از بابت پرژا بسیار خوب، من هم با شما هم بگم ژاپنیا به کشور خودشون میگن نیپان، هیچ وقت مجبور نکردن که بقیه ممالک رو بهشون بگن شما در دستورات قانونی بگید نیپان، شما خودمون میگیم نیپان. یه سری مسئله ناسیونالیستی بوده که در دوره رضا شاه به پیش میاد و نام عوض میشه. یک سری میگن خب این یک نمیخوام بگم فاجعه فرهنگی، چون بسیار این بار پرژا که حالا از پرژن گاف و پرژن کت و پرژن کارپت و پرژن چون تمام این بار مثبت رو ما ناگهان از این بردیم و ما ایرانیان در بعد از انقلاب هم در خارج از ایران یک مسکر مهمتر انجام دادیم. اون از یک کلمه که در انگلیسی از زمان شکسپیر متداول بوده برای زبان و فرهنگ ما، یعنی Persian language رو کردیم فارسی به انگلیسی. برای یک خارجی که اولا از هرودوت میدونه Persian یعنی چی و Persian language و اگر خونده باشه مثلا شکسپیر رو میدونه Persian چی هستش، فارسی یک کلمه که کاملا بی‌هویت تر از همه اینها هستش. و چون ما تو ایران بهش میگیم فارسی، اومدیم اینجا هم میگیم what do you speak? I speak فارسی. هیچ وقت شما یک عرب رو نمیبینید که عربی صحبت کنه، عربی بگه I speak Arabic. I speak Arabic. Arabic یک بار فرهنگی داره اولا در زبان انگلیسی، درسته؟ ولی ما کاملا درست برعکس اون کار رو کردیم، برعکس هر ملت دیگه که توی اومده در مهاجرت. شما روی هر فرم ببینید کسانی که فارسی صحبت میکنن کسانی هستند که از مثلا 79 به بعد اومدن در این کشور. بله. تقریبا هیچ ربطی انگاری که ما نداریم از بار فرهنگی با این پرژنز یا حتی ایرانی. اینا من برای من چرا انسان با فرهنگ ساسانی از درقل خاطر اینجا ساسانیان امپراتوری بزرگ داشت. بله. اون امپراتوری هم طیف اجتماعی اقتصادی وسیع بوده. این فرهنگ ساسانی در میان این ملل و این جمعیت چقدر رایج بوده؟ بله، این سوال خیلی خوبیه. ببینید من اینجا که صحبت کردم، ما فکر میکنیم ایده فرهنگ ایده ایست که در میان نوجوا و طبقات به خصوصی رواج داشته و برای همه شاید نبوده و حتی یه سری پولمیک هست که کسانی که از طبقه مثلا وستیوشان بودن یا دهقانان بودن شاید اجازه نداشتن که فرهنگ بیاموزن. من درست نمیدونم تا چه اندازه این اندرسایی که مثلا در شاهنامه ما میبینیم یا متون فارسی دیگه که مثلا کفشدوزی میخواد فرزندش فرهنگ بیاموزه ولی چون از اون طبقه است نمیتونه، مقداری پولمیک هستش تا حقیقت. چون ما افرادی رو میشناسیم که کاملا از توی دست بودن، از طبقات پایین بودن که تونستن بیان بالا و کاری بشن، حالا استثنایی بودن یا غیره رو میشه درباره اش صحبت کنیم. ولی به طور خاص ببینید در دنیای یونان، روم، ایران، من فکر کنم طبقه نوجوا بودن که وقت داشتن شطرنج و تخت نرد و اینها رو انجام بدن. شاید بعضی از این بازی ها متداول شده ولی نه همه این بار فرهنگی که شاید ما در بازیم. آقای زلی یاد سوالی یه مشکل بزرگی که بین ما ایرانی هم وجود داره، من در حالت مشکلی کاری تحقیقی هستم و به این موضوع خیلی برمیخورم و یه کانفیوژن خیلی بزرگیه و اونم اینی که واقعا ایرانی بودن رو چجور تعریف میکنیم، چون مرزهای سیاسی ایران دائم در حال تغییر بوده و اینکه
ایرانی که بعضی میگن حتی هرودوت ایرانی بوده چون در زمان هخامنشی جزئی از سرزمین ایران هاریکارناسوس همین موضوع اینه که ما ایرانی بودن در چین میدونیم چه معیارهایی برای ایرانی بودن تعریف میشه زبان در ایران متولد شدن بودن یا اینکه نمیدونم خیلی از دانشمندان ما در زمان خلافت اسلامی به عربی حتی صحبت میکردن دین نوشتن حتی به فارسی اصلا ارتباط نداشتن به عنوان ایرانی میدونیم معیار ما برای ایرانی بودن در واقع چیه وقتی من میگم یه آدم ایرانی بوده در زمان خلافت اسلامی منظور من در واقع چیه معیارها کجا خیلی سوال خوبیه من فکر کنم ببینید اولی که ایران کجاست ایران فرهنگی مثلا به مرزهای امروز ایران کاری ندارم من همیشه دنبال میکنم در همون کتاب قرمزی که اونجا دارم نوشتم From Oxus to Euphrates مقدمه شاهنامه ابومنصوری در سال 960 میلادی به کتاب اقتدامت که باقی مونده میگه ایران شهر از آمو دریاست تا رود فرات و دیگر کشورها تمدن رو دور بر است برای من اون دید ساسانی ایرانی هست که بود فرهنگی این تمدن رو از جیهون میبینه تا خود قاعدتا فراتر از اون هم میره به هر حال نفوذ میکنه ولی اون مرکز فرهنگی ایران است حالا در دوره ساسانی این مسائل قسمتی از اون فرهنگی ایرانه ولی این فرهنگ در حال تغییر با اومدن اقوام مختلف زبان‌های مختلف ایده‌های مختلف در حال تغییره هیچ وقت یکسان نمیمونه یک سری مسائل یکسان هست بله من بکنم دانستن تاریخ برای قسمتی از مهمی فرهنگیه که هر دوره از ایران براش مهم بوده شما درباره گذشتتون بدونید ولی خب به صورت یکسان نبوده همه هم بله شطرنج رو حالا نه ولی مثلا چوگان بازی نبوده که دیگه متقابل بوده در دوران خلفا شما فارسی زبانی که زبان خودتون بوده خانواده سقدی بلخی و غیره شما زبان فرهنگی قرون وسطا عربی بوده شما اگر میخواستید دانا باشید و با دنیای علم در کار هستید از هند گرفته تا اسپانیا عربی صحبت و ایرانیان نه تنها دستور گرامر عربی رو درست میکنن بهترین نثر رو هم دارن تمام متون مهم رو هم به عربی ترجمه میکنن یعنی برای اونها زبان اونجا ملاک نیستن درسته؟ اونها هر چیزی که حالا بهشون وارد شده یا اشعار شده ولی به بهترین نحو انجام میدن و شما میتونید بهترین سخنوران و شاعران ایرانی به عربی رو هم پیدا بکنید من بگم همونقدر اون مهم هستش که متون باستانی در باره این صحبت کنه هر دوره من فکر میکنم یک معنی خاصی از فرهنگ بعض وقتا نمیشه در باره صحبت کرد گاهی ما گم هستیم برای اینکه معنیش مشخص نیست با خوشحال به سندگیگاه خواستم بپرسم عقیده شما راجبه سقوط امپراتوری ساسانی چون تو تاریخ و تو علوم سیاسی همیشه میگن که امپراتوری ها معمولا از داخل سقوط میکنه نه از خارج چون اونقدر قوی هستن از بیرون کسی نمیتونه شروع کنه از عثمانی بگیر تا شوروی بگیر تا همه جا رو بگیره شما فکر کنید که دلیل اصلی از سقوط ساسانی خود عربا بودن یا داخلی بود چطور بود خب این یه دونه بحثه که یه سخنرانی میخواد که یه سخنرانی 145 دقیقه میخواد تو یک دقیقه نمیشه جواب داد فقط من بگم که ببینید من بگم علل مختلف هست شما میتونید تمام این دلایل رو کنار هم بذارید و بسنجید ما امروز میدونیم که در داخل شاهنشاهی ساسانی مشکلات داخلی بوده به یک سیستمی که ما بهش میگم بیرکس امپرس یعنی هر جنرالی سعی میکنه که خودش رو پادشاه عنوان کنه و اون سپاه دورش سپاه میخیزن و از اون طرف داریم و تا به تخت میشینه کشته میشه یعنی یک هرج و مرج داخلی داریم ایدئولوژی خاندان ساسان شکسته شده بسیار در آن واحد 25 سال جنگ شده با بیزانس هر دو امپراتوری و شاهنشاهی ضعیف هستن چون میاد باشین عراق در سه جنگ پی در پی ساسانی ها رو شکست دادن یا سه جنگ پی در پی بیزانتی ها رو شکست دادن اسمیت اعظم شاهنشاهی بیزانس رو گرفت فقط بیزانس خیلی
وسعت بیشتری داشت و عرب اونجا نرسیدن، عرب ترک ها رو شکست دادن، چینی ها رو شکست دادن، هر کس رو باش تهمیدن شکست دادن. برای همین نیست که فقط ایران از درون پوسیده بوده، این داستانه که در قرن بیستم نویسندگان بیشتر روس یا کمونیست نوشتن دربارش که ما به فارسی ترجمهش رو خوندیم، دیاکانوف، کلیسنکاف، اینایی که بعدا به فارسی ترجمه شده، و یا اونایی که دید اسلامگرایی داشتن، شریعتی، متحلی و غیره، که بله ایران از درون پوسیده به جامعه طبقاتی به مردم در دروازه‌ها رو باز کرد. این بیشتر زایده تفکر و تخیلات نویسندگان قرن بیستم. ما هیچ منبعی درباره این مسئله نداریم از قرن هفتم و هشتم، هیچ، صفر، هیچی وجود نداره. من از هر کسی درخواست می‌کنم بریم یک تونه متن از قرن پنجم ششم هشتم نشون بده که مردم خسته شده بودن از فشار موبدان یا دروازه ها رو حاضر شدن باز کنن، همچین چیزی وجود نداره. بیشتر این تاریخ نگاری هست که ما از دید این تاریخ نگار نویسندگان درباره گذشته تصور می‌کنم. که من از حرفایی که می‌زنم شما ممکنه بعضیا قبول کنین حرفای من، درسته؟ این زاویه مطالعات منه. حالا من در آمریکا درس خوندم، یه ایدئولوژی به خصوصی دارم و سعی می‌کنم به عنوان یک تاریخون یک سری داده‌ها رو دارم که سعی می‌کنم اعمال نفوذ نکنم این سری داده‌ها در دنیای روس در زمان کمونیسم در بلوک شرق. اول میگه همونجور که حضرت کارل مارکس میگوید نمیدونم اله 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 و بعد جامعه طبقاتی هستش و دوران رو ما بعد شروع کنیم از یک جامعه فئودال و بعد میایم به جامعه بعدی و بعدی، و این یک توجیه میشه که در این روندی که آردی پیشگو شده، یعنی هم پیشگویی شده و گفته شده که چه میگذره، شما وقت تاریخ رو دارین دربارهش صحبت میکنید. این یک دیده همچنین در تاریخ اسلامگری اسلام باید پیروز میشد چون پیروز شده، نه این نوع صحبت تاریخی کاملا اشتباه هستش، احتمالش که پیروز نشد. و در ضمن آخرین چیز، ساسانی ها شاهنشاهی داشتن، امپراتوری نداشتن. بیزانس، قسطنطنیه در حقیقت امپراتور داشت، امپرور داشت. ایران شاهنشاه داشت و برای همین شاهنشاه ایران. ببخش، این هم یکی از مسئله بود. من دو سه سوال دارم، یکی دوتاش خیلی جزئی است ولی یه سوال کلی هم بعداً یکی بفرمایید. سوال جزئی من این است که این کلمه ضحاک از هندوستان میاد یا از بین عرب؟ ناخیر، دهاک، دهاکا، توی اوستا ما کلمه دهاکا رو داریم، ده به اضافه دیمینوتیو کا، و این رو احتمالاً میشه ارتباط داد با یک مردم و ملت و مردم و ملتی که خارجی هستن. ما در فارسی باستان ما یک جایی داریم به نام داهه، شرق دریای خزر، برای ملتی بودن که در یک منطقه بودن و داهاکا به معنی و اجی داهاکا به معنی مار مردونه هستش در حقیقت. اتیمولوژی اجی داهاکا شما میتونید بگید یک مرد مارمونه، و این یک داستان کاملا ایرانی است که در دوران ساسانی و اوایل دوران اسلام این فرد رو یک عرب میکنه. برای چی؟ برای اینکه در دنیای هندو اروپایی خب فرد خارجی دشمن کسی که ایرانی نیست، آریایی نیست، هندو ایرانی نیست. در دوران ساسانی و اوایل دوران اسلامی برای ایرانیان این عربن که حال خارجی هستن، یعنی رول عوض میشه، پدرش مرداس آدم خاره یا خارن و عرب هستن. این در حقیقت این کلمه در طول تاریخ به افراد مختلف یک جور دیگه تبدیل میشه. سوال دیگه من این است که آیا شما پادشاه آخر ساسانیان رو عادل میدونید یا ظالم؟ انوشیروان عادل رو؟ انوشیروان آخر پادشاه ساسانی نیست، منظورتون انوشیروان از گرد سوم؟ یا انوشیروان عادگر شما دارید صحبت میکنید؟ ولی علت این که ساسانیان از بین رفت اون اختلاف طبقاتی بود که در اونجا وجود داشت با مردم. بعد من کاملا همین صحبت که الان کردم، این ایده ایست که ما توی این 50 ساله یا
نویسندگان کمونیست و اسلامگرا به ما دادن جامعه طبقاتی برای همین بد بود. در چین جامعه طبقاتی بود. در بیزانس جامعه طبقاتی بود. در هر جای جهان جامعه طبقاتی بود. من نمی‌دونم باید ایرانی ها اگر یک تفکر انقلابی داشته باشن سوای بقیه ملت جهان. نه همچین چیزی نبوده. انوشیروان دادگر من فکر می‌کنم یکی از دوران درخشانیه که مسئله دادگری و اینکه در برابر قانون شما یک سری حق و حقوق داری یکی از دوران خیلی مهم تاریخ تمدن ایران است. تا امروزه و ما هم یکی از دوران درخشان و سوال کلی من این هستش که چرا اینقدر دروغگویی در بین ایرانی ها رواجه؟ این خودش یک سایکولوژیست میخواهد و من توجه کردم که حتی بدون دلیل مردم دروغ میگن، یعنی احتیاجی نیست دروغ بگن ولی فقط شده. من راست با هم هیچ دلیلی نمیدونم براش، ولی اون چی که مهمه همونجوری گفتم از زمان داریوش اول این ایدهی که من راست میگم و به خدا راست میگم بیشتر از 76 بار فکر کنم در کتیبه داریوش عنوان میشه و کسی زیاد قسم میخوره من باید یه خورده پای مواظب مسئله ایست که ما ایرانی کاملا باش درگیر هستیم و اصلا جهانبینی ایرانی که حالا اگه با دنیای زرتشتی ما این رو آغاز بکنیم مسئله راستگویی اصلا در بد به جریان هست. درست دنیای ارتها یا راستگویی اصلا مهمه. نظم جهان بر حسب راستگویی در اینکه شما دروغ بگین اصلا دنیا رو به هم می‌ریزید. این در میگم کاملا مهمه با تمدن ما. شما در همونجوری که شما میگین حالا به واسه بعضی کاملا ما داریم برعکس این جریان رو می‌بینیم که پدید داره. شاید به خاطر همین واقعیتی بوده که این مسئله راستگویی همونجوری تکرار شد. گرمتون. آقای دکتر دریایی خیلی ممنون از صحبتاتون. میتونم بگم که بعد از این جلسه من هم یه خود با فرهنگ‌تر دارم میرم. ولی یه سوال برای من پیش اومد به مسئله پروژن و ایرانی. بله. پروژن به خود تو فارسی تو ایران پارسی بشن. فارسی یا پارسی. بله. ایران ما چه بهش مختلف داریم، ترک داریم، افغان مختلف در ایران هست، ترکمن داریم، بلوچ داریم، عرب داریم، کرد داریم و اینا خودشون رو پارسی نمیدونن. ما ایرانی ها یعنی ما یک زبان فارسی خودمون رو فارسی یا فارسی میدونیم. تصور من این بود که همیشه پرژن از منطقه فارس که سخنگوی فارس بودن و دوره هخامنشی که امپراتوری ایران یا شاهنشاهی ایران رشدشو داشت، اون کلمه پرژن از اونجا اومد که همون و دوره ساسانیون بودش که ایرانی اومد از بخونه شما از آمودر یا تا فرات اومدش که من کتاب خودشون بودم اون بودش که فرهنگ‌های خیلی بیشتری رو به جز پرژن ها داشت، یعنی ارمنی هستش، همه جور ارتدو. آیا میشه گفت که ایرانی در واقع یک ترم بزرگتر و درمرگیرنده تر از پرژن رو داره؟ بله، ببینید برای مثلا پرژن چیزی که یونانی ها و خارجی ها به تمام اون فلات میگفتن به خاطر اینکه هخامنشی حالا از اونجا اومده و اولین کسانی که باشون برخورد میکنن اونا برای این همه اون قبایل و مردم رو پرژن میدن که خب اگر بخوان واقعا نگاه کنیم صحیح نیست، درسته؟ چون قبایل مختلف بودن و خودش شاهنشاهان هخامنشی خیلی مد نظرشون که بگن اقوام مختلف. یک کلمه استفاده میکنه داریوش اول به نام ویسپادان، یعنی میگه شاهنشاهی من بر حسب اقوام متعدد هست. این کاملا اینها میدونستن در باره مسئله چند ملیتی به چند قومی. این برای اولین بار شاید باشه در دوره باستان که ما به همچین چیزی رو بگرم میشه. در دوره ساسانی بر جایی به نام ایران شهر شما اگر قانون شاه رو دنبال کنید، مسیحی باشین، کلیمی باشین، زرتشتی باشین، شما
ایرانی هستیم. در طول تاریخ من کنم مفهوم ایران خوب فرق کرد، یعنی تغییراتی در جنگان شده یا رفته و امروز خب ایران دوباره مثل دوره باستان یک مملکت خود این رو یک مملکت صحبت امروز دیگه قرن 21 که در جنگان اسم این مملکت ایران و من با این مسئله خیلی راحت هست. من اینجا خیلی ناراحت هستم کسی از من این پرسه برای ایران برگم میام پرژی میتونم بگم خب فارسی صحبت میکنم ولی میشناسم این شاید بعد از گروگانگیری زیاد چنان جالب نیست ایران ولی من میگم وقتش شده دیگه بعد از مدت این همه ایرانی هم هست نه ایرانی هم ولی این سلیقه من هست I'm Iranian and I speak Persian موزی ایرانی باشه and I speak Kurdish Amici speak Turkish Zaz Actually چرا؟ اگه کسی زمان ترکی صحبت کنی یا داری در خط در ایران امروزه میکنی ایرانی دیگه پرژن نیست ولی ایرانی بله این حساسیت هست که امروز ما در باره قومیت ها پیدا کردیم به خصوص در بند بسیم و و من میگم با کلمه ایران خیلی آدم میتونی راحت کنار بیارم چون میتونی هر زبونی هر کنی که هست داشته باشیم در این مملکت زندگی کنیم در راحت کنیم ملیت بفرمایید تاریخ پرژیا آیا بیده میگن 2500 سال شاهنشاهی ببخشید خانم سوال اینجا نوبتی بینجا من میخوام ببینم اگر 2000 سالیان دراز تاوزند زفیت با پرژیا بودید آقای رضا شاه میاد خیانت میکنه حالا ما یه حدودی ایران بعد اکسپلین کنیم عراق کجا من که هر کی از من پرسه الان 50 سال میگم من پرژیا بله. And I hope that all Iranian Persians here say we are Persians. میگم شما هر جوری که شما راحت هستین میتونین میگم اونطور که دوست دارید بگید. ببینید کلمه پرژیا درست از زمانی که اولین کتیبه هخامنشی که میگه من یک پارسی هستم و اولین متون تاریخی یونانی که میگن پرسا یا پرژنز هستن این عنوانی که حالا داده میشه به کسانی که اونجا بر مستر قدرت هستن و کسانی که در اون فلات زندگی این رو ما اولا از قرن پنجم قبل از میلاد داریم شما میتونید این رو ابدا کنید بعضی هم میگن خب ما امروز یک خود ایران کلمه ایران همیشه که نه در دوران مغول بوده در دوران صفوی اونجا میگفتن ایران خود ایرانی‌ها میگفتن فقط شما امروز که در خارج هستید شما میتونستید تا 1935 اینجا به شما گفتن you're Persian, you're from Persia در خود ایران هم گفتیم ما ایران هستیم ما ایران و ایرانی هستیم این رو رضا شاه به گفته حالا کمک یک سری از باستانشناسای اروپایی و غیره این تحقیق رو انجام داده و خیلی هم درباره‌اش صحبت میشه و من فکر می‌کنم هم طرفدار داره و هم منتقدین بسیار با تشکر از صحبتاتون اگه قبول داشته باشیم که فرهنگ تابع زمان هست و جغرافیا و حکومت و دین و حتی اقلیت و طبقات و اینا و لحظه ای هست واقعا این واژه یه مثلا فرهنگ ایرانی یا فرهنگ غربی یا فرهنگ اسلامی این مثلا معنی داره معنی که بله من فکر کنم بر حسب متنی که من دارم نگاه میکنم کسی که فرهنگی از فریفته است میره فرهنگستان و یه سری داده ها رو یاد میگیره حداقل برای 300 سال اگر نه 400 سال ایده فرهنگ که میتونه مقدار تغییر هیچ وقت یک سال نمیمونه همونجوری که شما گفتید من کاملا قبول دارم ولی این فرهنگیه که وجود داره و داره تعلیم داده میشه به عنوان یک آدم فرهنگی شما همه کار نمی کنن، همه طبقات نمی کنن شاید همه کسانی که بالا ادیان متواصلن کار رو انجام نمیدن کاملا ولی فرهنگی یکی فرهنگ ایرانیه الان در زمان دوره ساسانی است در دوران اسلامی حالا ما فرهنگ اسلامی داریم و این مسئله که امروز در بارش سرش صحبت کنیم خب من یه سوال دیگه دارم اگر
صحبت و چاپ چالش کشیده شده. تمدن اسلامی چیه؟ فرهنگ اسلامی چیه؟ و غیره. و اون هم منتقدین بسیاری داره و طرفداران بسیاری داره. اونها هم که در میگم حوزه تبحرش هست میتونن در این باره صحبت کنن. لغتی من اینجا بباشه جامو میفوشم این میکنم اگه آخرین سوال ما حاضرم بفوشم خیلی خیلی ممنون از صحبتتون خیلی استفاده کردیم همون فریخته شدیم اینشالله ولی یه چیزی که واسه من جالبه اینه که اون اولی سکری که شما نشون دادین نقش شاه یک طرفه و آتشدان یک طرف دیگه و چیزی که تو سالها ما خوندیم حالا درست یا غلط قدرت موها و زردشتی ها مثلا دین زردشتی در دولت به اصطلاح ساسانی بوده که این البته وابستگی به شاهش صحبت از 400 سال دیگه در زمانهای حتما خیلی زیاد بوده در زمانهای خیلی کم بوده ولی یکی از چیزهایی که به هر حال در زمان مثلا ماندی ها مزدکی ها این آدم میبینه این نفوذ و جدا نبودن سیاست و دین از همه یعنی این آیا این شما اشاره نکردین در مورد این دین و سیاست یکی بودن یا نبودن چون به هر حال یه چیزیه که چیز مخربیه در همه زمان ها هر موقع که بوده چیز مخربی بوده چون جاستیفیکیشنشون میداده به دست خدا دیگه هر کاری که میخواستن میتونستن ولی این قضیه رو من اگه لطف کنید توضیح بدین ولی در مورد مسئله ایرانی و پرژن به نظر من درستی که خیلی حساسن روی این قضیه و به درستی به نظر من حساسن که تمام ایرانی ها پرژن نیستن و همیشه ما فارس ها هستیم که اینو جهان شمولش کردیم و میگیم فارس پرژن همون ایرانیه نیست ایران خب خیلی اقوام دیگه 7-8 تا ملیت دیگه با فرهنگ مختلف زبان مختلف دین مختلف اینا هستن که همشون تشکیل دهنده ایران هستن و ایران جهانشون به اصطلاح عمومیت بیشتری داره تا پرژن که در واقع نه به اصطلاح نژاد غالبه در واقع فرهنگ غالبه آقای سرکار من یک بوده ببخشید ناسیونالیست بازی در بیارم و معمولا من درست برعکس این کار این زمین باید که به چالش بکشم مسئله از اون بزرگ ببینید این مسئله فارس بودن و این ایرانی من در عمرم به خودم در فارس بودم فارس بودم همیشه ایرانی بودم من همیشه یک ایرانی بودم و کلمه فارس بودن یا فارس بودن رو مسائلی است که مسئله قومی است که من در این قرن 20 و 21 بیشتر ابداع شده و اقوام مختلف به حالا به گروهی میگن که شما فارس هستید و غیره من هیچ وقت تا حالا تو عمرم از زمانی که بچه بودم کسی به من مادر پدر هیچ وقت نگفتن که شما فارس هستید همیشه به من گفتن شما یک ایرانی هستید و این من میگم مسئله فارس و غیر فارس یک مسئله ایست که میتونه هویت ایرانی رو به چالش بکشه من رو به شما گفتم من مسئله که فکر من هست شما فارس هستید میگم فارس چی اول سوالی که سکه سکه ها ببینید متن پهلوی میگه راه دین یک راه دین یک میادتون باشه راه دین یک راه دین یک خیلی چیز رو تحقیق میگه خدایی پادشاهی بر حسب دینه و دین بر پای خدایی پادشاهی و اینا اصلا نمیتونه مجزا باشه باید با همدیگه باشه مانند دو ستون که بتونه این تمدن نگه اگر یکیش نباشه باقی نمیماند این دیدیست کاملا از دوره ساسانی بعد پهلوی دید کرد داریم بعد راحت و بعد متون ترجمه حالا عربی و فارسی هم در این باره صحبت میکنن در باره این متون درسته در دوران ساسانی همیشه موبدان قدرت نداشتن و یک مقدار تنش بوده ما بین موبدان و پادشاهان در بسیاری واقعا با همدیگه خیلی همدست بودن و هیچ مشکلی هم وجود نداشته یک بالا پایین بوده در طول تاریخ مزدک هم یک موقع زرتشتیه که یک سری فتوایی داره که اون فتوا به نفع یکی از پادشاهان ساسانی که بتونه کمر نجوا رو بشکنه
از لحاظ مالی قدرت، از لحاظ داشتن زن و غیره، و بعد از اینکه این رفورم رو انجام میده، مزدک رو هم میدن، میکشن و بعد یک جامعه جدیدی رو تفکرن ادام میکنن. با تشکر از سخنرانی قشنگ شما، سوال من اینه که یه مقدار سوال ابتدایی ممکنه به نظر بیاد، اینه که اقوام در واقع اولین اقوامی که وارد ایران شدن از کدام سرزمین وارد ایران شدن، حالا اگر درست بگم اقوام آریایی بودن، از کجا وارد شدن، در کجا ساکن شدن، و آیا شواهد ژنتیکی وجود داره که در واقع اون در واقع گفتای تاریخی رو ثابت کنه که مثلا فرض کنید آریایی های پیدا شد حالا فسیل یا هر چیزشون که با ژنتیک ثابت بشه که آه اینا هم از همون سرزمین هایی که در تاریخ نقش شده اومدن، و آیا این آریایی ها ارتباطی با کلمه ایران دارن یا؟ خب کلمه ایران که از کاملاً از کلمه آریان میاد، کسی که متعلق به همین مملکت ایر یا ایرانی هست، اونجا مشخص. ولی ببینید فلات ایران اقلاً از مدارک باستانشناسی در حدود 6500 سال قبل از میلاد داریم، در حدود 8500 سال گذشته تا 9000 سال هر منطقهش یک تمدن کوچک و بسیار جالب وجود داشته که ما نمیدونیم اینها از کجا آمدن، آیا بومی بودند یا کوچ کردند. چیزی که مهمه اینه که ما میدونیم در طول تاریخ ایران همیشه مکانی بوده یا فلات ایران که اقوام مختلف همیشه در حال کوچ بودند، و این چیز عجیبی نیست. اگر شما تاریخ کره زمین رو نگاه کنید، از اولین مدارکی که داریم اینه که انسان‌ها همیشه در حال کوچ بودند، و این کاملا اشتباه. مثلا امروز که ما درباره مهاجرت صحبت می‌کنیم و مسائل داغ مهاجرت صحبت هست، من کاملا در کلاس هم این رو صحبت میکنم، شما ببینید از اولین مدارک تاریخ میگه مردم همیشه در حال حرکت بودن و هنوز هم این کار رو میکنن و بعد هم انجام خواهند داد. کسانی که شما میگین آریایی ها، که من واقعا به تاریختون مشکل دارم به مثلا ژنتیک و نژاد، یعنی شما میگین کسی که آریایی در قدیم بود، کسی که زبانی که زبان آریایی هندو ایرانی صحبت میکنه، نه که مثلا گلوبول قرمزش نوشته باشه من آریایی هستم یا من سامی هستم یا من متعلق به جای دیگه هستم. هیچگاه ما نمیتونیم بررس به این مسئله درست بفهمیم که چه گذشته، مثلا در فلات ایران که برای هزاران سال اقوام مختلف و زبانهای مختلف برش رفتن و اومدن، برش سکنا شدن، سکنا کردن، یه جامعه پویا. و دلیلی که این جامعه ایرانی پویاست اینه که این همه آدم ها با زبانهای مختلف، خوراک‌های مختلف، طرز لباس پوشیدن دیگه در ایران اومدن و ما اون رو جذب کردیم و پویا بودیم و ادامه دادیم. این زیبایی این فرهنگ هستش. این مثلا که ما باید هم آریایی می‌بودیم، منظورم شما نیست که مثلا هیچ تعبیر نمی‌کرد الان من فارسی باستان با شما صحبت می‌کردم، همونجا می‌موندیم. این مسئله که هیچ وقت هیچ جا وجود نداره، تمدن‌هایی که سعی کردن فقط خودشون مجزا نگردن معمولا نابود شدن از بین. ببخشید، این هم با عرض معذرت از دوستان عزیز، این هم آخرین سوال بود. یه دور قبلش خانومش هم سوال بود. راجبه سکه اردشیر بابکان، این سکه شروع کرده با اشاره به مذهب و مذهب پرست. بله. بعد شما گفتید که از خواص این فرهنگ اعتدال بوده، دیرهای مختلف بوده، مادر بهرام بود، یهودی بوده. چقدر فکر میکنید که این واقعا نشونگر به دین برگشتن ساسانیان بوده یا تمارز از پارتیان که دینشون از زرتشت ها دور افتاده بوده؟ بله. خب ببینید، ما باید بر حسب آیکونوگرافی حدس بزنیم. یعنی اردشیر من فکر نمیکنم میتصمیم بوده در این که بگه من میخوام پشت سکم آتش شاه هستش. این آتش هست که هر وقت شاه به جلوس میشستی آتش جدید برپا میکرد، و برای خاندان ارتباطی با یک آتشکده آناهیت دارن در استخدیم. در همین کاملا اصلا جریان سیاسی که به وجود میاد در دوره ساسانی مقداری حرکت مذهبی هم هستش،
شما فکر کنم نجبای حالا ایرانی استاد یا مال استان فارس اینا به این مسئله دین رو هم جمع کردن. اونجا که صفوی ها من فکر میکنم در قرن 16 بود. اینو حرکت ها در طول تاریخ ایران یک حالت چیز رو داره، سیکل داره. و ما میبینیم که در قرن سوم این کار کردن و دید کاملا رو بر حسب دین دنیای زرتشتیه، ولی با مسیح از کار ندارن تا 200 میگم با غیر زرتشتی تا حدود 250-260 میلادی که ناگهان مسیحی ستیزی و یهودی ستیزی و بودایی ستیزی و مندایی ستیزی در کتیبه‌های کردیر موقع مهم ساسانی عنوان میشه. باز ما چیزی نداریم تا زمان آدوباد به ارسفندان در قرن چهارم میلادی که بیشتر شهید نامه‌های مسیحی در اون دورانه. چرا؟ چون بیزانس دین مذهبی رو ابدا میکنه و برای همین مسیحیان در شاهنشاهی ساسانی مشکل پیدا میکنن. دوباره در قرن پنجم این مشکلات به مراتب کمتر میشه چون ما یک کاتولیکوس مسیحی و یک دین مسیحیت ایرانی ادعا میشه و بعد ما یک یهودی داریم که برای خودشو خیلی نزدیکه به پادشاه رئیس یهودیان و این داریم میبینیم که یک تغییری داره میشه در این جامعه و این روابط و از قرن پنجم ششم تقریبا ما یک دید کاملا پلورالیستیک تر داریم تا اونی که میبینیم. خیلی ممنون. دو تا خواهش من داشتم از شما، یکی که فراموش نکنید اگر دیگه